یک فضاپیمای کوچک ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا در جریان مأموریتی کم سابقه توانسته است از سطح یک سیارک موسوم به بنو واقع در 330 میلیون کیلومتری کره زمین نمونه برداری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز سفینه ی کاوشگر آمریکایی موسوم به اوسایرس ریکس که ساخت شرکت عظیم لاکید مارتین است توانست بدون سرنشین با استفاده از یک بازوی رباتیک نمونه برداری از سطح سیارک را با موفقیت به انجام برساند این بازوی رباتیک پ متری با فرود بر ای از شن و ماسه در نزدیکی قطب شمالی سیارک همچنین توانست نمونه های از سنگ های نزدیک به نقطه فرود را جمع آوری کنند. سفینه فضایی اوسایرس ریکس تصاویر متعددی از نمونه های جمع وری شده را برای بررسی به زمین میفرستد که به دانشمندان امکان می دهد بعضی از ناشناخته های فضا را بشناسند. اگر نتیجه این مأموریت برای پژوهشگران راضی کننده نباشد، کاوشگر فضایی اوسایرستریکس بار دیگر به سطح سیارک بنو فرستاده می شود. اما در صورت رضایت بخش بودن نتیجه آزمایش ها، سفینه فضایی حامل شن و سنگ ها در سال 2023 به زمین بازگردانده خواهد شد. آمریکا و ژاپن تنها کشورهایی هستند که قادرند مأموریت های نمونه برداری از سطح سیارک ها را انجام دهند. به عقیده دانشمندان سیارک بنو در اوایل پیدایش منظومه شمسی شکل گرفته است و بررسی نمونه های آن می تواند به کشف و آگاهی های ارزشمندی درباره ریشه حیات در کره زمین یا مواد شیمیایی تشکیل دهنده خورشید و سیارات دیگر منجر شود.